حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی از واشنگتن با ماست. آقای قاضیان، خوش اومدید به برنامه. تعداد زیادی از خانواده ها هستن که الان خودشون رو و کل خانوادهشون رو قرنطینه کردن. توی این خانواده ها اطلاع رسانی به کودکان این خانواده ها باید چطور باشه؟ پدر مادر چطور باید با اینها صحبت کنن و بهشون اطلاعات بدن؟ برحال میدونیم که هیچ چیزی بهتر از حقیقت نیست، ولی اینکه چگونه این حقیقت منتقل بشه خودش مشکل مهمی است. ما اگر اطلاعات کافی داشته باشیم شاید کمک کنه که این اطلاعات رو یا این آگاهی رو بهتر منتقل کنیم. مثلا اینکه میدونیم تا به حال در جهان پس از آمدن ویروس کرونا هیچ شخص زیر 10 سالی فوت نکرده از این بیماری. کودکان به طور کلی کمتر در معرض این بیماری قرار میگیرن و کمتر هم احتمال فوتشون وجود داره. بنابراین اون میزان از ترسی که در مورد بزرگسالان وجود داره رو نباید به همون اندازه به کودکان منتقل کرد. شاید اونها هم نیاز نباشه به اندازه به اصطلاح بزرگسالان در معرض این اقدامات حفاظتی قرار بگیرن، یا ترس و نگرانی رو که بزرگسالان دارن به همون اندازه به کودکان منتقل کرد. این نداشتن ترس خودش میدونید به لحاظ اینکه متخصصان میگن ترس و اضطراب و نگرانی سیستم ایمنی بدن رو تقویت نمیکنه، بلکه کاهش میده و خود اون زمینه وجود یا رسوخ این ویروس ها رو به بدن فراهم میکنه. مهم هست شاید اینها بتونه راهنماهای کلی باشه برای اینکه ما چگونه با کودکان روبرو بشیم. از مسئله دیگه، مسئله برخورد با کسانی هست که بالاخره مبتلا شدند یا مشکوک به ابتلا هستند. نحوه برخورد با این افراد باید چطور باشه؟ حتی در اینجا در بریتانیا مثلا میبینیم که اگه یه نفر سرفه میکنه یا عطسه میکنه خیلی همه با نگرانی بهش نگاه میکنن. در مورد این افرادها چه داریم بگیم؟ خب اون بخشیش که مربوط میشه به اقدامات پزشکی و بهداشتی، من در واقع پاسخگو نمیتونم باشم، به دلیلی که من هم مصرف کننده اون اطلاعاتی هستم که متخصصان در این زمینه ها ابراز میکنن و من به عنوان یک مصرف کننده میتونم حرف بزنم. اما از دید اجتماعی میتونم بگم که ما در این شرایط همه با یک ترس و عمومی روبرو هستیم و اگر خودمون به این ترس و نگرانی از طریق واکنش‌های عصبی، از طریق کمک به ترویج شایعات، از طریق ایجاد ترس‌های بیش از اندازه کمک بکنیم، در واقع داریم به ضرر خودمون کار می‌کنیم. در این مواقع اتفاقاً پشتیبانی، همدلی، همراهی، جلب اعتماد بیشتر شاید کمک بکنه به همه ما، غیر از اون اقدامات بهداشتی و پزشکی که متخصصان امن میگن. شاید به لحاظ سلامت روانی جامعه که در این موقعیت‌ها بیش از همیشه در معرض تهدید هست و خودش اتفاقا میتونه زمینه گسترش اون بیماری را فراهم بکنه، شاید استراتژی بهتری باشه. اگر نگاهی بکنید به نحوه برخورد دولت با این موارد، اگر بتونید مقایسه‌ای بکنید مثلا ایران رو با جاهایی مثل بریتانیا یا هر جای دیگه که خب بالاخره تونستن این اضطراب رو تا حد بهتری کنترل بکنن، فکر می‌کنید دلیلش چه هست و این نحوه خبررسانی چطور باید باشه تا اضطراب بین مردم کمتر بشه؟ به هر حال ما در دو زمینه متفاوت اجتماعی سیاسی زندگی می‌کنیم. در جایی که اعتماد مردم به حکومت، به نهادهاش، به سیاستگزارانش و به سیاستهاش کم باشه مثل جامعه ما، دولت اقدامات محدود، یعنی حکومت به طور کلی اقدامات محدودی میتونه بکنه، به دلیلی که مردم بهش اعتماد ندارن. در این مورد خاصم بس از چند رفوزگی در جریانهای اخیر، در این مورد خاصم حکومت باز رفوزه شد در رسوندن اطلاعات به موقع به مردم، جلب اعتماد مردم و بنابراین پنهانکاری که کرده و هنوز هم شاید ادامه داشته باشه، خودش اتفاقا کمک کرده که حکومت نتونه کاری در این زمینه انجام بده. مردم در این زمینه بیش از همیشه نیاز به اعتماد کردن به حکومت دارن و حکومت متاسفانه در این زمینه قدمی بر نمی داره. این شاید قدم اول باشه که مردم به حرفهای حکومت، اخبار و اطلاعات حکومت و اقدامات حکومت اعتماد کنن و فقط به دنبال روشهای شخصی یا جمعی نباشن که گاهی اوقات اتفاقا مسبب مشکلات دیگری ممکنه باشه و اون ترس و نگرانی رو هم افزایش بده. اما ما در چنین موقعیتی نیستیم، بنابراین مردم پناه میبرن به وضعیت‌های متفاوت. در همین آمریکا هم میبینید که پنهانکاری گاهی اوقات میتونه چگونه مسبب بی‌اعتمادی بشه، کما اینکه این روزها این بحث در این جامعه هم مطرحه. در جامعه ما به مراتب این وضعیت برقرار. متشکرم از شما حسین قاضیان، جامعه شناس. ممنونم.